گفتگو می‌کنیم با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک از ترکیه آقای آقایی جزئیاتی منتشر شده از نقش ماهان ایر در انتقال تسلیحات از ایران به سوریه و لبنان چه ابعادی داره این مسئله و در کل از چه راههایی استفاده میکنه جمهوری اسلامی برای انتقال تسلیحات نظامی به کشورهایی که از اونها به با عنوان بازوی نظامی در منطقه استفاده میکنه گزارشی که منتشر شده توسط مؤسسه آلمان خود خبر خبر جدیدی به نظر نمیرسه یعنی اینکه جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته همواره تلاش داشته که از طریق اون چیزی که حالا کریدور زمینی میگه از ایران به سوریه و بعد به لبنان تجهیزات و سلاح نظامی ارسال بکنه این خود خبر خبر جدیدی نیست ولی جزئیاتی که ارائه داده شده توی این گزارش خب خیلی جدید و بعضا دست اول هست مثلا اینکه چگونه شرکت ماهان ایر در واقع در حالی که به نظر میرسه که پشت صحنه سپاه قدس قرار داره در واقع واسطه میشه از طریق خود این ایرلاین و شرکت هایی که مثلا شرکت های اوتابگشت گشت یا شرکت دیگه که بهش اشاره شده همراه سیر اینها تسهیل میکنن این امر انتقال سلاح و اکثر نظامی از ایران به سوریه و بعد به لبنان اینکه که مثلا یونیت 190, 190 سپاه قدس اینها مسئولیت انتقال تسلیحات رو از ایران به سوریه برخودی دارن و اینجا ماهان ایر نقش کلیدی رو ایفا میکنه برای انتقال این سلاحها. نکته که باور من از نظر تحلیلی باش بهش دقت کرد این هستش که چرا الان این گزارش داره ارائه میشه من فکر کنم دو تا فاکتور بسیار مهم هست یکی اینکه با توجه به اینکه روسیه توی جنگ اوکراین الان درگیر هست یعنی از فوریه گذشته که این جنگ شروع شد جمهوری اسلامی فضا رو مناسب تر دیده که چون الان تمرکز راهبردی روسیه روی جنگ اوکراین هست میتونه از این فرصت استفاده بکنه که جاپای خودش رو تو سوریه محکم تر بکنه و این سلاح ها رو بیشتر بتونه بفرسته دست نیروهای شبه نظامی حالا چه در سوریه و چه در لبنان فاکتور دومی که باید بهش دقت بکنیم این که قبلا جمهوری اسلامی از طریق زمینی یعنی حالا اون که وجود داشته از گذرگاه القائم و ابو کمال بیشتر صدا رو میفرستاد وارد سوریه میکرد اتفاق جدیدی که رخ داده این هستش که جمهوری اسلامی داره بیشتر از ایرلاین ها یعنی این شرکت های تجاری مثل همین دقیقا ماهانه را استفاده میکنه که بیان تو فرودگاه های بین المللی سوریه مستقیما مثل حلب و دمشق اونجا سلاح رو تخریب بکنن و اینجا اگه خاطرتون باشه اسرائیل در اوت گذشته قبل از اینکه یک هواپیمای ماهان بیاد بشینه تو فرودگاه نیرب تو حلب این در واقع هشدار رو داد و مجبور شد که قبل از اون که هواپیما بشینه فرودگاه رو هدف قرار داد به همین به نظر که داری می که اسرائیل داره تراشش رو افزایش میده برای اینکه بخواد مقابله بکنه با اینکه در واقع این تجهیزات و سلاح نظامی دست شبه نظامیان سوریه برسه و اینکه در لبنان و خبر دیگری که روز گذشته منتشر شد در رابطه با ایران و اسرائیل این بود که کشورهای عضو پیمان ابراهیم در برابر جمهوری اسلامی گنبد آهنین سایبری خواهند ساخت. هدف چه هست و این ائتلاف هست چه اهمیتی در این رابطه برخورداره؟ در مورد این ما میدونیم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سال 2012 برای اولین بار اعلام کرده بود که اسرائیل میخواد یک ورژن دیجیتالی یا سایبری سامانه گنبد آهنین رو ایجاد بکنه برای اینکه مقابله بکنه با حملات سایبری سیستم سایبرنت در سطح کشوری اون موقع تعبیه شده بود برای اینکه مقابله شه با این حملات سایبری که عمدتاً هم از طرف جمهوری اسلامی گفته بود که انجام میپذیره اتفاقی که افتاده از سپتامبر 2020 که ما شاهد توافقات ابراهیم بودیم بین اسرائیل و چند کشور عربی در سایه این جنگ در سایه بین اسرائیل و جمهوری اسلامی سطح حملات سایبری دو کشور افزایش پیدا کرده هم از طرف اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و هم از طرف جمهوری اسلامی علیه اسرائیل مثلا اسرائیل ها خیلی ترین اخیر جدیدترین موردش حملات به تاسیسات نتنز بوده در فروردین 1400 و از اون طرف هم جمهوری اسلامی میاد دیگه سری از شرکت ها و کمپانی خصوصی در اسرائیل مورد حمله سایبری قرار میده حالا امارات هم در واقع حملات سایبری احساس خطر میکنه و گفته میشه بر اساس اعلام وبسایت چک پوینت یک وبسایت امنیتی و سایبری هست میگه اسرائیل فقط در سه ماه اول 2022 روزی 1500 حمله سایبری بهش میشه. از طرف جمهوری اسلامی و گروه های هکری منتصب به حزب الله به خاطر این من فکر میکنم چون این تهدیدات سایبری بسیار گسترش بسار پیدا کرده برای کشورهای عربی و حتی اسرائیل لازم می‌بینن که بخوانین تشکیلات در واقع منطقه ای رو که متحد باشه برای مقابله با حملات سایبری جمهوری اسلامی ای ای ایجاد بکنن در تحلیل نهایی به نظر که اسرائیل داره تلاشه خودش رو در راستای یک جنگ هیبریدی ترکیبی که قرینه همون مدل جنگ جمهوری اسلامی هست علیه کشورها در منطقه علیه خود جمهوری اسلامی به کار ببره و این جنگ سایبری یکی از المانهای بسیار مهم این جنگ ترکیبی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی است. آیه آقای اعلام شده که در این نشست هایی که برگزار شده اسرائیل، امارات، بهرین و مراکش حضور داشتند. حضور مراکش رو در این اطلاف چگونه تحلیل می‌کنید؟ خب ببینید مراکش روابط دیپلماتیک خودش رو قطع کرد با جمهوری اسلامی بعد از اینکه ما شاهد توافقات ابراهیم بودیم هم مراکش هم امارات بحرین و اسرائیل در قالب اون توافقات ابراهیم دارن با هم همدیگه همکاری میکنن به گمان من مثلا خود اماراتی ها هم بر اساس اعلام محمد الکویتی رئیس امنیت سایبری امارات و حتی مقامات مراکشی تماما بر این عقیده هستن که حملات سایبری جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده مثلا یک گروه حکری مثل گروه هکری صدار منتصب به حزب الله لبنان بر اساس اعلام وبسایت کلیر اسکای در گزارشش تو جوانه 2021 اعلام کرده بود که این گروه هکری از طریق حالا سپاه پاسداران سپاه قدس اینها حملات سایبری گسترده ای رو در اروپا در منطقه خاورمیانه انجام دادن به خاطر این من کنم تمامی این کشورها به این نتیجه رسیدن که این حملات سایبری جمهوری اسلامی باید باش مقابله بشه و فقط در آخر اینو بگم فقط و فقط تهدیدات تهدیدات موشکی موشکای بالستی یا تهدید پهبادی و اون برنامه اتمی جمهوری اسلامی نیستش بلکه الان این مسئله ای 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 اسپیوناج جاسوسی و درز اطلاعات و مقابله با حملات سایبری جمهوری اسلامی تبدیل شده یکی از دردقای اصلی که که عضو توافقات ابراهیم هستن سپاسگزارم از شما حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک